مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوستن. آقای جاودانفر، معنا و پیامدهای حمله آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها، اونم همزمان با سپری شدن بیش از 3 ماه از جنگ اسرائیل و حماس، به نظر شما این چه است؟ معناش این هستش که کشورهای غربی دیگه نمیخوان تحمل بکنن حملات واقعا به توجیه حوثی‌ها به کشتی‌های بین‌المللی. چون ببینید اسرائیل اصلا با یمن مرز نداره، اسرائیل و یمن هیچ وقت با هم دیگه در جنگ نبودن و ما میبینیم که با وجود این حقیقت ها الان حوثی‌ها تصمیم گرفتن که از صورت به صورت یک جانبه خودشون رو تحمیل بکنن به این جنگ و شروع بکنن که تجارت دریایی بین المللی که از تنگه مهم باب المندب رو میگذره رو به خطر میندازن. خوبی قابل قبول نیستش. خیلی کم کشورهای هستن که حوزه روسیه ها رو قبول میکنن. فکر کنم فقط سوریه و حامیان جمهوری اسلامی ایران و خود جمهوری اسلامی ایران هست. پس بنابراین ما الان میبینیم که اروپا الان با مشکل تورم و آمریکا مواجه هستش. اگه این کشتی ها هدف قرار بگیرن یا خوب راه خودشون رو عوض بکنن، قیمت تجارت از طریق دریا بالا میره و این باعث افزایش تورم میشه و این کشورها حاضر نیستن که این کارو اینو تحمل بکنن. پس حمله کردن به حوثی ها و این اولین قدم هستش. فعلا خیلی زود هستش که بخوایم نتایجش رو بسنجیم. اما چقدر فکر میکنید که با این حال این حمله بتونه در مقابل اقدامات حزب الله لبنان و دیگر گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نوعی از بازدارندگی رو ایجاد بکنه؟ ببینید این حمله بی سابقه هستش. پس تا یه حدی بله، بازدارندگی تا یه حد محدودی به وجود آورده، ولی من حقیقتش رو به شما میگم و به بینندگانتون بگم. من در محافل آکادمیک در اسرائیل و در کشورهای دیگه، کسانی که تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستن و نگران هستن از این نوع حملات، من بیشتر و بیشتر میبینم و حتی در مطبوعات میخونم که رفتار این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران و خطری که اونها جامعه بین‌المللی رو باش مواجه میکنن، هر روز بیشتر و بیشتر جامعه بین‌المللی و که ببخشید کشورهای غربی و اسرائیل رو به این نتیجه نزدیکتر می‌کنند که یا زودتر یا دیرتر باید جمهوری اسلامی ایران رو مستقیماً هدف گرفت. چون اونا می‌بینن که برای جمهوری اسلامی ایران مهم نیستش که یمنی‌ها کشته بشن، حزب‌الله‌ها کشته بشن، فلسطینی‌ها کشته بشن. اونها کمک می‌کنن، اونا ادامه میدن با سیاستاشون. پس الان بیشتر و بیشتر دارن بیشتر به این نتیجه می‌رسن که تنها راهی که واقعا میشه هزینه این نوع حملات رو بالا برد، حمله مستقیم به خود جمهوری اسلامی ایران هستش. متشکرم از توضیحاتتون. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراهمون بودید.